ببینین دور من نمت اونا قشنگ با منم باید دم بدین آه سلام علیکم های بچه ها یا الله بچه های محل ما یا الله خوب میدونین به من میگن موچول خان بشکن و بالا بران بشکن من موچول خانم بشکن ای مالی جانم بشکن من میرقصونم بشکن من میخندونم قربون همتون برم الهی چی داری دور من جمع شدم آی بچه های جون جونم آی غنچه های خندونم آی نقلای بیابونم با این که هر جا ویلونم موچول خانم موچول خانم موچول خانم موچول خانم میخوام عروسی بکنم ایشالله میخوام روبوسی بکنم ایشالله منم میخوام دوماد بشم ایشالله میخوام شاخ شمشاد بشم ایشالله علکی خوشم من اهل قشقشم من آخ نمیدونی چقدر خشم من همش توی قوز و توی کشم من نمیدونی ای ریزه چه می کشم من یعنی از دست ملی جون ها نه از دست شما شما که آدم نیستین دلم میخواد زم بگیرم ایشالله من وصله تم بگیرم ایشالله نوگل گلشن بگیرم ایشالله یار سیمین تم میخندونم اینجوری ها ببین بگیرم ایشالله بشکن من موچول خانم بشکن ای ملی جانم بشکن من میرقصونم بشکن بریم دنبال یه خواننده دیگه من وقت ندارم میگم بخرم باش که داریم میره این سر نفر توش ایده بارمون سر نفر بخوره تو قطعه زهر مار بچه خونه باتمن درست کردن اونم کرای دادنشون چه تا بچه مستم تو خونه کودکستم درست کردن برن گمشی برن ببینم یکی خبری که باید بابا باید خونه رو سر کشتی مگه من مگه به جاب گیر آوردی چو تار دیواری مارید مگه مفتی نشستیم کرایه تو میگیری کدوم کرایه مگه قرار نبود همیشه دو ماه کرایه پیش بدی ما هم که نقد دادی ما من اجابی سازه نمه چه خبرته گربون آدم کسوه این یعنی این که یک ماه کرایه تون عقب افتاده بنده یه ناشاک یه خودم به تو میگن و من مردم چارمه چارمه کرایه نمیگن کرایه هشون عقب میدازن تا دو 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 من از اونها شیدم بگم 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 شما خیالت راحت باشه من ضامنش میشم اگه تا آخر برج نداد از من بگیری به به
خجب زامن معتبری موش تو لونه نمیرفت یه جارو هم به دنبش میبند پسر تو پول و اتوبوست هم نداری که بگی اون وقت میخوای کرایه عقب افتاده یه این پوز ملوکو بدی خودش مثل عبدالشرخر میونه به ما میگه بوز مارا میزده چشم میخوای پاسبان صدا کنم بدم ببرم از زندون خلاصه من این حرفا و مزخرفات سرم نمیشه تا چند روز دیگه اگه اجارتو دادی دادی و الا دومتو بگیرم باشه قربان مثل هوا پسه اصلا که شما حرف حساب سرت نمیشه ببند دهنتو اینم به سری شده برای من مدعی اوی پوز ملوک خوب فکراتو بکن اگه نمیتونی درست حساب کرایتو بدی جو برات جمع کن برو تو هم اینجوری برست از ظلم رو نگاه کن از امروز دیگه کفتم بهت نمیدم چقدر از صبتاشون باید حرص بخورم هر کسی یه جور بخواد پول منو بخوره ناجه خواهی مردشون هرچی من چند ببرم بیا بابا آخه یا چیزی به بابا باید بگو والا چی بگم حرف منو که گوش نمی کنه از صبح که پامیشه همین تو پرکاچه مردم رو می کنه هرس پول داره دیوونش میکنه روزی 4-5 هزار تومن آیدیشه اون وقت واسه خاطر مایی 20 تومن اینطور هرس می کنه خلاصه من از طرف بابام از همه تون معذرت می خوام خداحافظ خداحافظ بشم باره دیگه خجارت بکش ایداد بیداد دریم که امروز هوا خیلی پسه یار دفعه به تو گفتم این بشنه به درد تو نمیخوره اینقدر پیشیل پالونش نجام این بشنه یه بلنگار به درد هیچ کاری نمیخوره الان چند وقتی که بیکار دوله حاکم خندقه خب که پیدا میکنه کار پیدا میکنه اگه غیرت داشته تا حالا پیدا کرده بود اصلا این کاری از دستش بر نمیاد این باشه زیر گل خوبه یکی رو میخواد که اعماقشو بکش با بالا نه بابا بیچاره خیلی واسه کار این در اون در میزنه بیچاره خیلی بدشانسه تازه خودت چه کاری از دستت برمیاد من پنگوشم هنر میبرده چه خبره که بی حیا چیه معلومه که خنده داره اگه سرکار از همه انگشتاتون هنر میریزه چرا خودتو به اون دکون بقالی فکستنی چسبوندی و ولش نمیکنی نکنم بابا بابا چانسی چطوریه؟ به شما که میرسه اسمش بدشانسیه اما برای اون بیچاره ای بدبخت هم بدی آدم بی خودی زنده پنج تنها میخواد که خودشو ببنده بهش بره اون دنیا لات آشم منه میگی من نرشه تو رو گردی اون مفنگی نمیزدم آخه شما عقلتون کجا رفته من که کاشفی درستی ندارم نه ندم که تو خونهش تو هم که روزی دست زد یه لنگه پا با بیسی و سوزنش حتی یه گاش میزنی اگه قرار باشه که تو هم به یه کسی شوهد بکنی که آه در وسط نداشته باشه با ناله سودا کنه دیگه فاتحه همون خونده هست اگه منو میگی اگه از گشنگی بمیرم بهتر تا نون توماتو بخوری خوش داره شر بر میگه منظورم این بود که مریه باید زن یه کسی بشه که دستش به دهنش برسه نه اینکه خودش شوهرش و بال گردن ما باشن میفهمی یا نه چی میگم مطمئن باشین و بال گردن شماها نمیشم هر دومو کار میکنی تو تازه اگه جفتتون هم کار کنین همیشه هشتتون جلو نهتونه در صورت اینکه میدونم اگه با اون آشپز شوهر کنم هر شب شما چلو کباب نه خنگ خدا من تنها نمیخورم تو هم کوف میکنی چلو کباب چه سهله اگه سر تا پاشم جواهر بریزن من زن اون قلت شلو بابا از این جوونه همینطور مرد چم میکنم فهمیدی یه چایی باشه من بریز تازه بشه تو نمیخوره اون بابا بایی میبیش شما نداری که اره خونه هشه بده چطور میتونه تو رو اداره کنه من جایی اون بودم خودم رو میگوشتم خودم رو بگر میشدم تو خانم فکر چی هستی؟ تنها مفش آویزونه اما من دل جرعتش ندارم دل جرعت نمیخواست تنها که بنده به گردنت فوراً فلنگو میبندی اون دنیا یالا چرا مرکلی ببین بس تنها موف گردنم موف بزن بمیر یالا با خدایا خودم به خودت سپردم فوراً فلنگو میبندیم اون دنیا لاهی با امید تو بریم بیریم خودکشی چه مزید داره خدای شد الحمدلله چه آخر آمد خیلی شد ماما بدبخت بینوا دل جرأت داشته باش این عالی ترین کاره ماما اگه از زندگی سیر شدی ببین بیچاره آره برای اینکه موچول خان تو این دنیا هیچی نداره تو آقا پیری به هم میگی بیغباره دخترت هم که به ما نمیدی پس خودکشی بهترین کاره مگه نه پیره من رو بیچاره
آره برای اینجا خودکشی به بهترین کاره. ای آجر پاره، پس بیا به ما کمک کن که ثواب داره. باشه، حالا که میخوای خودتو بکشی ثواب داره که روی یه تیکه کاغذ بنویسی که موچول شکایت ها داره از این عزیم می. تو جون میکنی یا داری حرف میزنی ببری الهی؟ از این میشبار بیقواره. راست گفتی ای اجراره، اگه زن بودی بهت میگفتم ای آتش پاره مداد و کاغذ بده که موچول وقت نداره، باید زود فلنگو ببنده که بره خیلی کار داره. آجم این کاغذ اینم مداد بگیر بنویش که باعث خون من این میزبان ببوری الهی بی پول داره. باشه این جانب موچول فرزند نواره از دست این میزجبار بیغواره خودکشی کردم، کسی دیگه هم تقصیر نداره. اینم امضای موچول خان کله داره. بیا مال تو نفروشی امضا ما قربونه دشت. حالا اگه کمک از من برمیاد بگو خجالت نکش، فهمید که این حقیرت هیچ زده تاریخ نداره. باشه این صندلی را زیر پام بردار که موچول زودتر بره اون دنیا، واسه اینکه دیگه چاره نداره. نهی بچش خدافز ای زنده ها، خدافز حامیل. نه خدافز این کنم قرد کنم دارم قرد میشم بابا یک زنده کنم. خاموش کردی؟ داشتم میمردم، داشتم خفه میشدم. دیدی موچول خان تو مردنم شانس نداره؟ کس که شانس نداره تناب دارشم میشه باره. آسه نخو بابا با اراده باش، من خودم یادت میدم خود کشیده داشت یار را داره را بیوف بری موچول خان این که دیگه کاری نداره. ببینم خوشحالی که داماد دیگه سر خره نداره. آره موچول خدار چه دیدی؟ شاید در اون دنیا موفقیت زیادی کسب کنی. بعضی ها در این دنیا خوشبختن، تو از اونا هستی که در اون دنیا خوشبخت میشی. بد بردن خب یا نسوی آقستن. خب آقا موچول راستاتین خواهی خودتو نفلت. آره بله پس چرا هی بولی میخوری؟ چرا معطلی؟ حالا چه عجله ای داری؟ اصلا تو کی هستی که با من حرف میزنی؟ راست بگی برو میخوام نقشم بکشم. خیال میکنه خودکشی آسونه؟ مگه من پشم؟ این که دیگه نقشه نداره. تماشا کن بسات خیابون رو ببین اونجا رو بجور خواهد. ببین ماشینا رو تماشا کن. خودم بندازم زیر ماشین. دردم نیاد خدا جون. علالله هرچی باد آباد برو بری. یه از این کامیون های ده چرخه خودت بفرست از درگاه خیبه، بلکه مال مثل لواشک آلو پتبند کن روی نختر. نمیاد حالا که ما میخواییم نمیاد، وقتی نمیخواییم دنگ و دنگ من که زیر این فنگلی ها نمیرم کسشنه. حالا من مثلا مردم اینجا هم لابد بهشته، پس هوریاش کوشم. مردنم شانس میخواد مجول خان. مرز هی میخنده خیال میکنه من مسخرم. حالا یه جوری خودم میکشم که پدرت هم خواب ندیده باشه. از این بر برم خب برم از این بر خود کشم. روزی یکی بیشتر نخواهید، خطر داره. خیلی خب شما چی میخواستید؟ یه آفتوی بیم موجول خان برو به طرف سرای جاودانی، دو دقیقه یه نفس کشتن یادت میده راحت راحت. خب ایک خورشید خدا حافظ دیگه از این بعد مهتاب میبینم. خب یارو گفت روزی یکی که جا بی جا همین را هست این را بسن. آخه چقدر خوشمزه بود این سم. اگه میدونستم بیشتر میخورم. ای داد چرا همچین شدم من؟ نگو
نکنه خدای نکرده بمیرم. مجول خان دل جرعت داشته باد. من دارم میمیرم، میگه دل جرعت داشته باد. حیف نیست که من بمیرم. ملیحه رو بگو قصه من دقیق میکنه. نه شما خیال تو از طرف ملیحه راحت باشه، از اینه که من آمادم و دیدم و پسندیدم. حالا وقتی که ایشالله عروسی سر گرفت و به سلامتی ملیحه رو بردید منزلتون، متوجه میشین که اونم شما رو گوش داره. بله، در هر صورت همین که ما رو به قلومی قبول کردین، تا آخر عمر ما چاکرتون هستیم. هر کاری هم از دستمون بر بیاد واسه شما کوتاهی نمی‌کنیم. آخه چجوری بابام راضیش کنم که چند روز دست نگه داره؟ بابام خیال میکنه من 40 سالمه، ترشیده شدم. حیف موچول نیست که آدم زره اون گنده بشه. آره والا حیفه، گناه داره. اون وقت اون دنیا ملیحه جونم از من بازخواست میکنه. که ای کوچوله تنبل، اگه دنبال کار رفته بودی بی پول نبودی، بابا من منش وار نمی داد که منم قصه دقه کنم. ای وای چرا دلندرونم اینجوری میشه؟ حکما سمه داره کار صورت میده. بیداد بیداد، آهای بیاین بچه ها، خدادم برسین، من سم خوردم، کمک کنین، میخواستم خودکشی کنم. بابا پشیمان شدم، پشیمانی نداره، ولی بیاین، بیاین کمک کنین، دارم میمیرم، من از آن بیاین. حلال بودی میطلبم، تو رو به خدا من حلال کنی. من دیگه دم آخرم، من دارم میمیرم، چه خاکی به سرم کنم؟ منو نجات بدید ای بچه ها، خدا حافظ. چه خبرت مگه سرم بردی؟ خبر بدم که موشون سم خورده، داری میمیرم. نه کجا چی میمیرم، چه خاکی به سرم بردی؟ خدایا او می گریزد
من چرا شکی نمادی زنده موندین بازم چشمون بین آسمون نور خوشی دفتن آهی دیگه حس ندارم نرو آقا هم قوت ندارم آهی چکم بیا اینم پول تاکسی خدا عبدت بزن خدا عزت زیاد کن برو تاکسی بایجا نرو میگم نرو من با تاکسی نمیرم سر کن من پیاده شم چی شد؟ صبر کن اون تکمانین رد کن تکمانین یالا من عادت دارم پیاده رو برم یالا اگه با خوشگی شانس مسافره یه تکمانی کاسبی کردی سیان یه چیه؟ منش اینجا چطوره؟ سپن کدوم دفعه ما نزیه بردیم که این دفعه دومش باشه؟ خدا زنده بذاره این وجود و این بازوها رو مثل موتکای پر قو میمونه این بازوها رو میبینی؟ همین بازوهاست که میتونه این پولا رو در بیاره فهمیدی داداش بگیر هفت قرونش بابت حساب قبلیت برمیدارم سه هزارشم بابت نصف نون آلات خب امروز نهارم که نون خالیه خیال میکنی ما نداریم به جون خود نباشه به جون اون پدرت همین یه ساعت پیش یه مرغ درسته دادم کباب کردن حلاب حلاب خوردم مثل اینکه خدا خواسته وضعیت رو به راه شده خلاصه ما رو میبخشی اگه جسارت مسارتی کردیم این مغازه ما متعلق به خودتونه باشه قبالش بنویس بیام تحویل بگیرم چه تاروهایی میکنه بچه ها من اومدم خونه اومدی چیت شده چرا انقدر ناراحت هیچی باز بچه ها دنبالم کرده بودن که براشون آواز بخونم منم حوصله نداشتم فرار کردم آره داشتم میومدم مریض خونه دنباله خب الان حالت خوبه آره ببین بیا بریم اونجا با هم حرف بزنیم بریم بیا بریم قرونه درالهی بشین درالهی آره همینجا خوبه آهای خدا خیلی خوبه اینجا ببینم مگه تو من دوست نداری چرا چمشاجا خدا خوش بازی من خجالت میمیرم خیلی میگره من دوستم داری یا نه چرا؟ خیلی پس چرا میخواستی خودتو بکشی؟ آخه بابا تو رو میخواد بده آره بگه. اما من به مادرم گفتم زن اون گوله بیابونی نمیشم اصلا مادرم هم دوست داره من زن تو بشم ای خدا جونم چه حرفای خوبی میشنافم دلم میخواست الان دوتایی با هم دیگه پر در بیاریم بریم تو آسمون ها قاطی کل آقا بشیم قربون اون چشمات برم الهی که اینجور زلزل به من نگاه میکنه دلم میخواد الان داد بکشم بچه ها رو خبردار کنم بزنم برستم بگم موچول خان از همین امروز میره دنبال کار میکنه عرق میریزه پولدار میشه دیگه بابات نمیتونه بگه موچول بیکاره جانم یه بقیرم تو رخه اما این عشق من برات دا میکنم کارم چه سخته اما این عشق من برات دا میکنم سرم و بالا میکنم خواهش از خدا میکنم میگم الهی که بهت کار بدن بهت یه کار آبرو دار بدن از کارت گره با بشه بعد خواه تو هر که یه رسوا بشه ایشالا همین دکون قبولت کنه همین دکون صاحب پولت کنه مثال این رخت و بشی رو سفید خنده بلا باشه مثل آجل
باشا برای تو خیرات کنم، صفره برات بندازم خیرات کنم برا. بیام چگر بشم آقایت نزنی صفره وقتی درش نشه بی انصاف تا اینجا که نایمده. خب مالی هم ای پسر کجا؟ باز که داری مثل مشمرده ها فرار میکنی. سلام و زهر مار، حالا کارت به اینجا رسیده که کاغذ مینویسی از دست مزبر خودم و کشتم و امضا موچو؟ نه خیر، میدونین چیه قربان؟ یعنی شما درست حسابی نمیدونین من چی میگم. من میدونین نمیدونین سرم نمیشه. خلاصه بهت بگم ای این دفعه خواستی بدون دادن کرایه اتاقت خودتو بکشی، من واسه اجرایه صادر میکنم، نقشتم میدم به دار بدارم. بدم دار فهمیدی؟ باشه قربان، من وصیت میکنم بعد از مرگم نقشم بدن به شما. اون موقوف اصلا برو عجل و چشم من گم شو و الا خفت میکنم. خفت میکنم، برم خفم نکنه. خونه که نسته بلو خونه هست. دروازه بی تو ای خدا جان، دندان ای خدا جون، منو درسته قربون ملهی جونم بگن که من راحت شم. والا پدر جون من یه دفعه دیگه بیا اجازه بیای تو اتاقم، دوم به تو میگیرم از خونه میندازمت بیرون. آخه روز ازت پول میخوام میگی شب، شب میخوام میگی روز، پس من پول تحصیل مدرسه ما از کی بگیرم؟ برم گدایی کنم؟ هر درک اصل و صاف لیلی میخوای بگیری بگیر، ندارم من یه چند سال باید خرجتو بدم، اصلا بچه نفر میدارم، خدا مردم از دسته این بزاره یه نفر. پسره خیال میکنه پول علف خرشه، پسره یه موزه خیال میکنه میذارم پولای نازنینمو بدوزه. میذارم شما قوت قلب و قلبمه، آخه هیچ کس نمیتونه شما ها را از دست من بگیره. شما قوت جون منه، قوت قلب منه. این 100,000 تومن تضمینیرم بذارم زیر متکام تا صبح خیالم راحت بشه برم خونه هره بخرم. با اون ساختمون میتونم شما رو 5 برابر بکنم، 6 برابر بکنم، اگه زنده بمونم انشالله تا یه سال دیگه 10 برابرتون میکنم. حتما زنده میمونم. هر طبقه 4 تا اتاق داره، هر اتاقش به یکی اجاره میدم. فضایلم تشنه هست. ببینم آقا این یک کمی تونته. بله بینم خانو برو جلو، هرچی مارد کنه برش بیاد دبه لولا شد. آقا میگی چی کار کنم؟ آقا بده بینید تو بفرمایید. خانم یک کمی تونته. خانم جون برو بالا. بده آقا، بده بلیط بده بینه. بیا بینه. آقا این یک کمی برن جلو ته. من جانم آقا یک قدم داره برو کنار مز سیخ سکندر وایده جلو باشه. آقا برو کنار بیاین. مواظب جیبتو باشی. چی اتفاقی افتاده؟ یه خود فاصله بگی بچه، چرا این خودتو میچسبونی به من؟ چشم آقا جون تو هم مواظب جیبت باش، بپا نزنه. خوب شد گفتی. آره نه چیزی ندارم بزن، دستمال که هست و یک روزنامه هم داشتم که خاطره سی توش بود. ببینم گوشش اینه روزنامه اینه گروهش برم الهی. خب من خیالم راحتی. یارو را با این چه بعضه بایست دادن آقا؟ شما اون جلو راحت ترین، بفرمین جلو خواهش بکنم. بفرمین جیبم و زدن همین یارو جیبم و زدن همین یارو جیبم و زدن. چطور ممکنی آقا جیبم خواهد برد بگیم؟ خر خود از این جلو دوست خیال کردی شما میگنم بزر بیارم جیبم از زدن. چرا شد دیگه من زدن؟ ماشینو دیگه الان چطور شد؟ نمی کنم، کار توه. خودم دیدم که دستت رفت توی جیب من، خودم دیدم. آقا چرا توهین میکنی؟ من به تو توهین نکردم، هر مردم شاهد باشه این عینکیه جیب منو زده. جیب منو نه فهمیدم چه کسی جیب شما رو زده. خجالت بکش بیرم. آره میبینم دوره آقا. الان خودم آقا جون دوزه کیف رو تحویلت میدم. بگو اینا پیری تو کیفا چی بود؟ میگم پولمو زدن، پولمو برگ چقدر که نباره پولمو زدن. حالا چقدر بوده که اگر باید تو شاتر گلوت میندازی؟ 100 تومن، 200 تومن؟ میخوای چه کنی که چقدر بوده؟ انقدر بوده که پدر بی پدرت هم به خواب ندیده فرد.
چی میگه؟ خب آقا تو اول بفرمایید به کی شک داری؟ من به همه. اول به این عینکی گشنه، بعدم به این پسره جوالق. به من فدا. شاهد باشین آقایون، من از این آقا شاکی هستم، ادعای شرف میکنم. شما ناراحت نباشید قربونه، اون سرد باشین الان درست میکنم. متشکرم. گوش کنین آقایون. چیه؟ این آقا میگه پولمو زده. بله زده. دوستم که یه نفر بیشتر نی. از این ماشینم که بیرون نرفته. حالا برای اینکه خیالی آقام راحت بشه جیب حوری میکردی. اصلا هر کی جیب بغل دستی خودشو بگرده. گوش به فرمان من. ببین چه علم شنگه رو انداختانا. هرکی شکایت داره رو هردش کلانتری. از قدر آقایانو مفتد شد. آقایانو خلقت کنین، کلانتری همین نزدیکی هست. من فقط به این دو نفر مزنونم، با هیچ که دیگه کاری ندارم. خدا رو شکر. خیالتون رسیده، از حلقومتون میکشم بیرون. یا الله بیافتید. بله میبخشینا، از همه خانم ها و آقایون معذرت میخوام. با اجازه شما. خواهش میکنم، شما که گناهی نکرده بودین های راننده. خب خدا رو شکر، چقدر جیب خالی کردین. سلام نانا. تو رو زنجه زده دست به جلو. آره جانم چه کبوله. عجب مردمو نفیده میشم، روز روشن جیب مردمو میزنم. تو دیگه خفش و سرمنشهش خودتی. ترمز کن دیگه، وقتی میگم ترمز کن یعنی وای سادیگه، ما هم آدمی نازلاته. بریم طرف هتل. هتل نیلوفر کجام؟ کسی هم راه نمایی نمی کنه؟ هتل نیلوفر برم. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. شما تو روزنامه آگهی کرده بودین که شاگرد میخوای. حالا من اومدم قربان. بله. قبلا کجا کار میکردی؟ تمام هتل های درجه یک پایتخت. رضایت داره صبح میارم. بسیار خوب، بس ترتیب کار قربان شما. بفرمایید. دیدم دارت بزنن، حفظت بکنم. شلوغ نکنید آقا جان، خواهش میکنم. شلوغ نکنید. فهمید؟ شلوغ نکنید. جناب سروان صحبت در پول. پول پول سر پول. ببینین چه شلوغ بازی در آورده. جناب سروان، حالا بپرسیم ببینین چقدر پول بوده. چی؟ میخوای چه کنی؟ ها؟ میخوای؟ سروان دیده چه گفت؟ پولای من پیش همینه. از حلقومت میشنم. آقا بفرماید بشینید، خواهش میکنیم. اینها شلوغ بازی در نمیاد. چشم میشینم، حتما میشینم. اینا ها نشستم. جناب سروان پولای نازنینم، پولای نازنینم، پولا. پرونده این آقایون حاضره. بفرمایید آقایون، کارتون اینجا تموم شد. آقایون کارتون مربوط به داستان است. بفرمایید. خب آقای میرزا جبار، شما اول بفرمایید از کدوم یک از این آقایون شکایت دارین؟ همین آقای گردن کلوف. خفت میکنم، به خدا میکشم، خفت میکنم. ساکت آقا، این حرکات از شما بعیده. دیدم دارت بزنم. چشم میشینم. چشم. بله چشم. من تو اتوبوس واسطه بودم، یه دفعه دیدم دستش رفت توی جیب من. همونجا مچش گرفتم. ببینم همین مچی. بله همین ساعت مچی هم به دستش بود. درست. خودشه
خودشه. جناب سروان، اصلا به ریخت من میاد که جیب بار باشم. خب اگه مجانه گرفتی، پولی هم تو دست من بود. بله. جیبام هم که گشتی، چیزی توش نبود که. پس به نظر شما این آقا پولای شما رو دزدیده؟ بله. بله، همین. فرموده بودید عکس بیارم آوردم. بله، معذرت میخوام، لطف کنید. همین. فردا تشریف بیارید، همه کاراتون حاضر. خدا مرضیت، خدا حافظ. خب میفرمودیم. بعد همین. همین گردن پلو. نزاکت صحبت کنید. پس این جوونه برای چی آوردین اینجا؟ این پسره یه تخت پسر ناخلفمه. جناب سروان، بپرسید من چیکار کردم. چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ جیب بابا تو زدی، بابا تو جیبش زدی. من نمیفهمم چطور ممکنه دو نفر در آن واحد جیب شما رو زده باشن. آخی جناب سروان، شما که خبر ندارید که همین نمک به حروم امروز صبح میگفتش که جای همه پولای من بلده. حالا شم میگم بلدم. میخوای بگم جاش کجاست؟ جاش بیده بگم. نمیدونم جناب سروان دارد بدارد. اصلا میدونید چیه جناب سروان؟ این قاتل منه. این اعدامش کنین، حبسش بکنین، بعد از دستن بهش بزنین، با اعمال شاقه دورش بزنین. اگه این کارو نکنین اول خودمو بعدم اینه میکشم. میکشم. بسیار خوب. همه میکشم. پس که به این ترتیب نمیتونم قضیه رو حل کنیم. باید پرونده تشکیل بشه. شده خنگ خدا. خب مسلمه غذا رو خراب کردی. بیلاشو نگاه کن. الان درستش میکنم. یه دقیقه صبر داشته باش. چی رو صبر کنم؟ همه رو خراب کردی. الان آب میدم رو یونجه، یونجه ها سبز میشه رو غذا، مردم میخورن، برروتیز میافتن، زبر کن. بعد تو صورت حساب بر 200 تومن. آره. بدم چی میکنی؟ چی میکنی؟ بس گفتم میخوام یه جا رو آب بدم. من باغ نبودم. من چمن آب میدم. غذا رو میدم. من شما رو کجا دیدم؟ قیافت خیلی به نظرم آشنا میام. درسته داداشم، قیافه تو هم به نظر من آشنا میام. یادم اومد
تو مدرسه با هم شاگردی بودی؟ تو هم آدم کلداری هستی ها، چجوری ما رو شناخته ای؟ راستی اون وقت اسم تو چی بود؟ عبدالله دیگه، تو مدرسه همه به میگذن عبی گره. شاید هم تو راست میگی، اسم منم مجهوله. اونو که میدونه. پس بزن قدش هم شاگردی عزیز. ببینم تو هم مثل من بیکاری؟ آره، رفته بودی اینجا دنبال کار؟ آره، نمیدونم چرا هر جا میرم یا کاری به من نمیدن یا اگرم بدم بعد چند روز بیرونم میکنن، یا ما خنگیم یا مردم مال شناس نیستن. ممکنه، قصه نخور، از امروز یه کار کاسبی با هم راه میندازیم. آقا چه جور کاری؟ ما که پول نداریم آقا عبدالله. فکرشو نکن، خرید و فروش میکنیم، بارو بریم تا بهت بگم بابا. جنسش از کجا گیری بیارن؟ جنس؟ دیر میاد، میتونی آکات تنت شروع کنی؟ الان هوا گرم، کت میخوای چیکار؟ برو بابا مسخره بازی در آورده ای، این کت پاره را اصلا کی میخره؟ من؟ چند میفروشی؟ برای اینکه کار را بیافته معامله اولین خودم باهات میکنم. در را ببینم زود با بله خان اصلا کتم نمیفروشم، چی میگی؟ چرا؟ مگه نمیخوای کاسبی کنی؟ پول خوبی هم بهت میدم، 50 تومن. نه صرف نمی کنه. مگه خودت چند خریدی؟ همین 50 تومن دیگه. کی خریدی؟ تقویمم 3-4 سال پیش. بکه بی انسان، یه کت خریدی 50 تومن، 3 سالم پوشیدی، حاضر نیستی به همون قیمت رو بدی؟ اگر قرار باشه همون قیمتی که خریدم بفروشم، پس استفاده خودم چی میشه آقا عبدالله؟ استفاده خودت هم همون 3 سالی که پوشیدی جونه. آو راست هم میگه. میگه رد اون پنجره ببینم، خدا برکت بده. خدا ذلیل کنه، لک شدم. نکنه کور یا آدم به این گندگی رو نمیری جلو باد مردک؟ اماغازه بلندت بیرون هم کرد. چی؟ اماغازه بیرون هم کرد. خب چرا انداختت بیرون؟ دکاتو در بیار، اینا 50 تومن. حالا چه عجله ای داری؟ سب کن ببینم این آقا چی میگن؟ خب انداختت بیرون چرا؟ حالا واسه اینکه یه جا سیگاری 1 تومنی از دستم افتاده شکست، انقدر کتکم زد که داشت استخونام خورد میشد، تازه بیرونم هم کرد. حالا پس کی جای تو کار میکنه؟ چه میدونم، یه بخت برگشته دیگه. اخ پس اون حالا دیگه شاگرد نداره؟ 50 تومن تو دست من پلاستید، کتتو داره ببینم. دارم نقشه میکشم، اصلا نمیفروشم. معامله 2 ساعتی که تموم شده، کتتو داره ببینم داره. چی رو تموم شده؟ میگم بذار نقشم رو تموم کنم، اصلا کت مال منه نمیفروشم. 60 تومن خریدارم، 70، 90، زد کتو در یال بابا. چرا همچی میکنیم؟ مگه زوره؟ نمیفروشم. حالی چاد؟ کار پیدا کردم، اوستان مدترم، الان باید برم سر کار. بای بای، زوری کردم. او اکسم تو کلش افتاده. بسیار خوب، پیداست آدم راستگوی هستی. امروز اینجا کار کن ببینم چطور کار میکنی. اگه از کارت راضی بودم فرض دامنت بیا سر کار. چشم، خدا سایتون از سر ما کم نکنه، خدا انشالله این بشقاباتون زیادترش کنه. خب اسم چیه؟ چاکر شما موچول خان، سن 22 سال، معلومات کلاس دوم ابتدایی، پدرم عمرش رو داده به شما، مادرم عمرش رو داده به شما. خیلی خوب، خیلی خوب، من از آدم پرشونه خوشم نمیاد. بیا اینو بگی جنسه رو تمیز کن. یالا کار چوپریم اتفاق خوب چه کار میکنی؟ این کتی کثیف هم از تنت درال، یه رو پوش اونجا به میخاویزونه بعد تنش. چشم خورم رو مخ خودش، یه قلمه آشغال بود مامان میگه کتت کثیفه. قربان، حالا این کار چوپریم چه تمیزه. حالا این پوشخوا رو چطور پاک میکنم؟ تمام گرد خرخر رو از لاین لچخ رو پاک میکنم. تو هم باشم شیر بازی، یه وقتی من بوسرگیرم بودم. قربان ببین، یه برا عبدالله ای سیسلم کتو بخری بهت نمیدم و بی خودی مسموس نکن. میبینی که سر کارم مشغولم، به حسام میگم او دیگه روی داره. بله، بهتره یه وعده مژدگانی به یابنده پول بدید، ممکنه زودتر به نتیجه برسه. آره، پس بهتره من همین الان برم اعلانشو به روزنامه بدم. چقدر پول بوده بابا؟ میخواد چه کنی؟
میخوای چه کنی؟ آخه پدر جون اینقدر بدبین نباشین آقا، بالاخره برای اعلان در روزنامه تعیین اصل مبلغ لازمه. بسیار خوب کش تو منم یه چک عامه. خیلی خوب، حالا درست شد. اون 5000 تومن خوردش هم باشه مجدگانی. باز تو حرف زدی پسر؟ مگه پول علف خرس کر بز که از کیسه یه خلیفه میبخشی؟ جناب سروان، اصلا نمیشه وقتی اعلام کردیم و یارو پولا رو آورد مشتگانی رو بهش ندیم و بندازیمش زندون. نه اینا جوان مردی به دوره، وقتی کسی 100,000 تومان پول داوطلبانه پس میده این مشتگانی حقشه. بکنم خیال کردی. سلام و زهر مار، پولای نازنینم از بین رفت. دیگه همین روز نه شام داری نه نهار. نفهمیدم تو اومدی اینجا چیکار؟ یارو چی شد؟ نه تا تو یارو جاش محکمه محکمه اومدم اینو دستمال بند شده بشه. بعد وقت میدونی چقدر پول بل کردی اومدی اینجا؟ چقدر؟ 100,000 تومن جون من رو آره. چیدی؟ اینم آوا خوردن بفرمین. چنون پذیرایی ازتون بکنم که هیچ کس به عمرش نیده باشه. خب رد کن بیا لیوانو. سر بودیم 20 گلدون بله؟ بسیار خوب، تن ساعت 4:30. آهای پسر، مگه نمیبینی دارم کار میکنم؟ حالا چه موقع میزبا کرده؟ چش قربان دستتو بکش کنار. خب تا سر ساعت 5 بعد از ظهر میفرستم براتون بیارم. خاطر جمع باشین قربان. متشکرم. راستی یه 20 تن بشقاب اضافه شده. دیر دیگر این بارش آدم 20 تن بشقاب اضافه. بذار سر جاش پسر، اگه یه دفعه دیگه دستت بیاد رو میزنن با همین قلم چشماتو میارم بیرون. کش قربان. شما بفرمایید. خاطر جمع باشین. خدا خوش اومدید. مرحبا. قربان خیلی ببخشید بهتون بد گذشت. از این طرفات رو به خدا همشین بیارید. چیه؟ بیا ببینم پسر. بله قربان. برسن رو که مشتری خواسته دونه دونه میخونم میکنی میچینی زمین تا بفرستم براتون. چش اول چه؟ 20 لفتخ بشه رو زمین. چش قربان. پسر مواظب باشا، هر دونش به اندازه هیکلت میارزا. چش قربان. به دومه تو تردم. این جام اینا که دیم پکنی. یک و دو و سه و چهار پنج شیش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده و پونزده شانزده بیست و هجده نوزده بیست و یک و بیست و دو بیست و سه بیست و چهار بیست و پنج بیست و شش بیست و هفت بیست و هشت ثواب داره هشت و بیست و هفت موشه راضی برمی حاضر قربان. دومیشم 20 تون گفت. چش اینم 20 گفت. یک و دو و سه و چهار پنج شیش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده و پونزده شانزده هفده و هجده نوزده بیست و بیست و دو بیست و چهار بیست و پنج بیست و شش بیست و هفت و بیست و هشت و نه تا اضافه است. خب ثواب داره. اوه اصلا میگم حاضر قربان. چش اینم 20 تون. درست بشمار. چش خوبا این 15 و این 20 و دو و اینم 23 و یلا درست بشمار. چه که چه همچی میکنی؟ چرا میچرخی دور خوده؟ چه این باده بیداد خواهی سرت کنی؟ چه این سر حکم قدر قدر بلشی نه خوب بود برو برون نمیرم. حقوقم بده. چه حقوقی؟ حقوقی تو بحانه میگیری شاگر درست برمیارم. نمیتونی چه باید ماهی 15 روز رو به هم بدی. ایچه یا یادی پدر در بیارم میزنم ات خاک بستر من میزنی. آره اگه گیرت بیارم خفت میکنم. هر جا ببینم ات میسپرم دست پاسبان میرم زندونیت کنم. سلام علیکم. چی شو فرار کرد؟ فرار کرد از میخواستی چیکار کنه؟ اصلا کیفو امرای خودش برده. چی؟ دزدی؟ باره بابا چه کیفی؟ نه بابا بیبریم تا گمش نکردیم. خیالت راحت باشه الان گیرش میارم. اینم کاسمی امروزمون. نمیدونم سر صبح تو رو کی نگاه کردم. کوش کجا رفت؟ کجا رفت؟ من دارم از تو میپرم. اونها کوش این برش آخه بله حالا درست شدم. اینی جی گولوا آخه این چه بوی میاد خودم مردم از گشنگی. آخه کجا در رفتی؟ گفتیم بعد از قرنی یه رفیقی پیدا کردیم و میریم با هم یه ناهاری میخوریم. راستی یکی از رفقا رو معرفی نکردم. رئیس شرکت 209 با مسئولیت مسئول. مرگ من پسرده. این چاکر شما موچول خان خوشبختم. اسمانه توشنگه تصدق تو. خب حالا باید چیکار کنیم؟ به کجا بریم؟ به چه گوییم؟ هیچی بریم تو این چلو کبابی. به سلامتی این دوستی یه چلو کبابی سیری بزنیم بخوریم. بفرمایید بفرمایید. آخ قربونه هر جادم با مرحبت سلام کنم. شما فرمید خیلی دارم نمیم نیگه.
اوه رفیقم، رفیق قدیمم. اوه اوه خوش شد دیدمش. سلام جونم. بفرمایید اون بالا جا هست. بفرمایید. اسم این رفیق من چی بود؟ نمیدونم، نمیدونم. بفرمایید. دماغ نبود؟ فکر نمی‌کنم، فکر. اصلا بیمار نبود؟ ها چرا چرا خواهش می‌کنم. بفرمایید. چی بود؟ ها نظرم این داداش اینجا می‌بینم. جونم. داداش تو گارسون بود، من نمی‌دونستم این واقعه. بفرمایید. چه پرچلو کباب سرخ. آه حجت. سه تا پاشگو از اون وزر واسه آقایون گرد بیدرمون مثل دیو تنورم جاگه. خب مچول خان میدونی ما از بچگی با هم رفیق همینطوره دو تا دوست جمال ماست. مثلا امروز من پول ندارم میرم پلوی عبدالله میگم عبدالله پول و پله چی داری؟ دست میکنه تو جیبش یه قلم به اسکراس همینجوری میریزه رومیز. روزی دیگه اون نداره من همین کار همینطوره خلاص با این شخص در نمیمونی. آره خیلی خوبه. اما حیب که من هیچ وقت پول ندارم که جیرینگی بریزم روی میز. اصلا ای به خر اینجا داره تو لوتی گیری که دیگه این حرفا معنی نداره. کوچنجو رو کن. اصلا هر کی هرچی داره میریزیم رو میز و سه قسمتش. بله من که گفتم پول ندارم. تو رو به خدا خجالت هم ندیم. من حتی سن نارم ندارم. خب لباش لباش بده اینجا. علوف هم بده علوف بده سردی بده بده اینجا درست کنم. الان ساندویج درست میکنم. خب تو با من یا یارومیست که خیلی عوضیه. بهش بگو پولاشو رو کنه دیگه. باشه مچون خان. اجازه میدی پولایی که تو جیب این رو پوشه ما در ریم و رو کنی؟ آره اگر پول بود رو کنی. داری چه بودی؟ به روغن سوزی افتادم خستگی مردم. آخه جون من خجالت نکشین خوب جیباشو بگردین شایدم توش پول باشه و ما نمیدونیم. خب پس راستشو بگو شما پولاتونو کجا میذاری؟ شما؟ من؟ الهی شاکره الان بهتون میگم من پولام میذارم توی این جیبه. پس حتما پولا تو خونه باشه. ممکنه چیه؟ چرا فکر میکنین؟ بیخگوشی هم داشته این؟ بسیار خون. راستی مچول خان درست میخواد پول دار بشی؟ البته. حاضر یه شرط ببندی؟ چه شرطه این؟ بهش بگو چیه؟ آقا مچو تو میتونی چه شرطو ببندی و غذا بخوری حرفم بزنی؟ این که کاری نداره که از همین حالا شروع شد. شرطی 100 تومن بفرمان. پس من هر سوالی ازت کردم باید جواب بدی. مایم اینه که تو تا حالا پول تو جیبای کتت گذاشتی؟ گفتم که نه. آخه خدا جونم نباید من به ترکم. آخه راحت شدم. حالا میخوام براتون بگم اما خیلی خنده داره ها. کته نه اینکه جیب سوراخ بود بابر بچه ها. سوراخ جیب میرفت تو آستر کت اون پاش. عقل جنم بهش نمیرسید. وقتی سیبا تموم میشد و همه بچه ها پخش بلا میشدن من سیبا رو یکی یکی از آستر کت در میآوردم و میخوردم. ایداد ویداد عبدالله خان مثل اینکه من شرطو باختم چون همش حرف زدم. عبدالله خان چرا جواب نمیدی؟ بگوشم
عبدالله خان به گوشم چرا جواب نمیدی؟ علالله موشور خان چشمات و آکان از اینا کوش هم کارا من با صندلی ها حرف میزدم قربو بله دیگه بر میگردم از دیگه من نره جولا خان اگه این رفقا بر نگردن تو که پول نداری حساب میزو بری آی گارسون بیا بله عربا خوش بده یه نوچ با بینجا جونم بفرما راستی جناب آقای گارسون اگر یه منیچی بیاد اینجا نهارو بزنه و پول نداشته باشه به خاطر بره چی کار شما میکنی؟ حسابش روشن قربون یه پارچه کپ 5 تومنه خواه اگه پولشو نده 25 تا کشیده آب در نوشو میکنه خب سلطانیتون چنده هم؟ 50 تا کشیده یا 10 تا لقد محکم جوشی کم کباب خوبیده؟ دو تو مشت محکم تو مخ دو قفص داریده 5 تا فس گردنی خب ببینم شما پول نمک و فلفل و آب خوردنم مگه حساب میکنی؟ پولی باشه نه اما اگه بخوای کتکی حساب میشه هر کدوم دو تا کف گرگی خیلی گرونه غذا هاتون مایه کاری حساب کن که از این به بعد ما بیایم مشتری بشیم یارو که بسه حالا چیکار کنیم؟ بسه نه بیا بله قربون ببینم داشتی مغازه کیوا میکنه امروز که نمیاد فردا هم که جمعه رفت تا شنبه باعث بریم شنبه بیا تازه شنبه هم که بیایم یارو کتو به ما نمیده که خرچمون خیلی زیاد شد باید تا شنبه یه جوری سرشو گرم کنیم بزن بریم انگوشم ماساژ بدن آقا جو دا بعدت داره بخواییم بریم حساب چه میشه حالا چه عجله ای داری سب کن دبیان ببینم اینا فاملات بودن نه همین امروز با همه آشناش آده ایم تعارف کردن بفرمایین نهار ما هم اومدیم بیچاره خیلی هم برای من ارد دادن بعدم دارم بچه خواب اب نداره مای. حالا شما حساب میدین تا دیگه گلای مردم آقواز نخوره 50 جوه حساب تو میشه مگه کی تو؟ گفتم مهمون اونا بودن حرف دهنتا بزن نارد نشو هرچکی یا چوقت حسابتو کمه کنه یعنی هانی جناب آقای گارسون میدونی راستش اینه که من یک آیم پول ندارم اونا منو بزگیر آوردن آوردن اون تو بابا رو کتک خوردن آتر شو صبر کن ببینم بابا چه میگم تو هم زود دست شو بلن میکنه بالا با این چیزا سرمون نمیشه یا حساب یا کشیده میدی یا نه 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 آره نه نه آره نه بذار زکوش میره بچه ها بینیزه تصویح حساب کنه بابا جون آب رو ریزی نکن خودت یه جوری سر قضیه رو مصمالی من نمیتونه تنه سر قضیه رو مصمالی بکنه هدی قربون هیکلت برم آیه خورتون زاده پس یه دقیقه صبر کن من فکرام بکنم ببینم چی خواهی میتونم به سرم بریزم خواه چی سراخ دماغش خواهی میشم آی خورتم زده اونجا نگاه کن ببین کیو شما کار داره اونجا نگاه کن نگاه کن وایس لالا وایس خسته شدیم آها ناچسا یه نهار به همون دادن از دماغمون داره بردن میرون بیا جناب چی بابا 2 ساعت داریم آدم رفیقشو میذاره گرو در میره با بابا گلی به گوشه جمالتون نالو جان نهارو خوردین در رمله این یارو قول نزدیک منه بخوره ای خیالش خیالت راحت باشه 25 چوب حسابش بود هوشنگجون تمامش رد کرد مگه نه هوشنگ خواست بله بله همش رد کردم بله جون من راست میگه این جون تو والا دروغ هم چیه پس چطوره حالا بریم یکی یه جوب کشته مهمونش کنیم نه بابا رفیقمه خوب نیست آره بابا من دلخور میشه باش ما بخشیدیمش در عفو لذتیست که در انتقاد نیست حالا چرا وایستدیم بزن بریم جونه کجا؟
ما که تو رو جای بعد نمیبریم تد تد رو آره بریم بریم راوی آخه مقر کرده دیشو نگارم ز مقر کرده دامن ز اشک دیده تر کرده خیلی خوبی نرزه ما که کوه و صحرا رو زیر پا دارم عزیزم تو دیگر مکان آزارم ما که کوه و صحرا رو زیر پا دارم عزیزم تو دیگر مکان آزارم ای بی وفا یار بی وفا یار آرزوهایی که به دل دارم خدایا نمیرم تا نزار بمیرم میخوام زیمو زیمو بگیرم خدایا نمیرم تا نزار بمیرم میخوام زیارم متقاط بگیرم میخوام زیارم متقاط بگیرم خدایا نمیرم تو ندار بمیرم میخوام زیارم متقاط بگیری کارم آبی نداره بابا حال نکردم عزیزم به حرف دیگرون کردی مبت نکردم مبت نکردم عزیزم به حرف دیگرون کردی بی وفا یار بی وفا یار چار زوهایی که به دل دارم خدایا نمیرم تو نظر بمیرم میخوام زیارم متقاط بگیرم خدایا نمیرم تو نظر بمیرم میخوام زیارم متقاط بگیرم بهشون کامل بشو برای اینکه بتون از اون وقت حالا فکرم معلیه این این عرقی که ما بهش دادیم عرق خورش هم دریوری میگفت این که خیلی جوجه است تفلی حالا بازی تو بکن تا بلند شد عرق تو گلوشه آخه ملی جون شربت چی بهش بده پشت باز چطوره بچو برو الله برو عجب شربت خوشمزه ای بود ملی جون ملی قرونه برم الهی بسم الله الرحمن الرحیم خدای وام میده تو اوه چه خوب شد اومده آقا
گفتم سلام و زهر ما رفیقان اون سبت من پولو دادم گفتم برو پول ظرفای کشی بده من بده. من به خدا نفهمیدم غلط کردم اینم لباساتون قربانت کردم اجازه بدین وایسم سر کارم نه خیر لازم نیست خیلی خوش خدمتی کردی یالا برو قام شو برو ببینم قربون شما من برم پس لباس خودم بده رام بکشم بفرمایید اون کت پوست خزتون رو بردارین گورجونو گم کنین خیلی خوب یالا من میگم وقت اومد هیچی بهش نگیم ببریمش یه جای خلوت کت شرطنش داریم یه کتک مفصلم بهش بزنیم اونا هاش اومد بیرون می جباره اینا کیزا چی چیکار کنی برو بریم تا در نرفته بجو منم موجود هم بجو بیمارفتون بالا مردم خواهد بلاخره یارف میاد بسکن داشتن بی خود تو کسیف نکنه این مردم رو بگیر بیاد اگر برای بری سابشونو میگه بله این خدا چون بی خود کدار کردم نیمتون رو عروچینه را برم اون که تو همین کچه اومد آره اما چطور شد خیمه زد اینجا کجاست؟ اینا چی هست؟ نکنه اینجا دیوونه خونه باشه؟ حتما دیوونه خونه دی او از گیری دوزا در رفتیم گیری دیوونه ها افتادیم خب بهتر جای ابدی خودمه بلاخره پختک ای خدا چقدر اینا خوشمزه‌ن عین فیلی بچه فیلی ایج با اینا دارم میام برم لای دیوانه ها برو بخورن آقای دیوانگان تمام اینا دارم میام اونا منو تو خودتون جا بدن میگم میخوان منه بگیرم میگم میخوان منه بگیرم
دزدن اینا، اینا اومدن منو بکشن. ای وای خبر مردم، اینا دزدن، دزدن اینا. اینا میگن دزدن این بدبخت. چی میخوای؟ بابا شما کاری نداری. ناراحت نشی، چیزی نیست. ای وای ای خدا، ای ای چقدر دوره. ای چی میگی؟ چی میگی؟ آن چی میخوای؟ معرفت در میری روکو پولو، روکو بیا دو پولو رو میکنم، چه پولی، چه کشتی مال میجم، نمیام، من بیام پایین الان میپرم پایین. خانم، آقا شاهد باشید، خون من به گردن این دوتا برای عبد. کاشی زودتر بریده بودم، میدونستم من بین زمین هستم. جلال خالق داره پرواز میکنه، برو برو پایی الان پرواز میکنه. سود داشت ما تلشو بودو بری بودو بودو با تلشو اونا جانم جان میرم اول بکنیم، بعد برمیدارم میرم بکنیم ریخ، بعد پیام میرسم بر ننم از این چاچوانی گرد داره از اون بالا بسی میرسم پایین. خواهش بولای نازلینم، خواهش بولای دارم ببینم پولا تو پیدا میشه پدر جون، پولا تو پیدا میشه. پولا من رو خواهم چیز مهمی نیست، یه شربت مزکر برای شون نوشتم. پولا تو پیدا میشه، پولا صد تا دوای تب برم بنویسید تا پولام، پولای عزیزم پیدا نشه من تب میکنم، تب میکنم تا چشم احمدون کرشه. ناراحت نباشین پولاتون پیدا میشه، همونطور که گفته بودین تو روزنامه اعلام کردم و وعده مجدی کردم. مجدی دیگه چرا وای؟ حالا چقدر وعده دادی؟ هیچی، فقط 5000. ای خدا جونم مردم، 5000 تومن. خدایا خدا جونم، خدا جون منی بگیر، دست این پسر خراسم کن. هیچ میدونه چیکار کرده؟ با هر یه تومنش 5 دفعه میشه سوار اتوبوس شد و دور تهران رو گشت. 5 تا میشه 25 تا، یعنی 25000 تا بلیط اتوبوس تا آخر عمرت هم اگه سوار بشی تمام نمیشه، تمام نمیشه. حق با شما، همین الان تلفن میکنم میگم مژدگانی را چاپ نکنن. اصلا می نویسم هرچی پولو پیدا کرده تعویض داد باید 5000 تومن دادنی باشه. احسنت احسنت، حالا فهمیدم که حلال زده هستی. آقای دکتر، حالا که زحمت کشید رو تا اینجا تشریف آوردین، نگاه کنیم ببینیم من آپاندیس ندارم، گاهی این سر دلم همچین سنگین میشه بعد از غذا. خاطرتون جمع باشه کاملا معاینه کردم. ناصر جون زبونتونشون آقای دکتر بده، شاید رو دل مدل داشته باشی. نه من حالا لازم نیست، ماشاءالله آقا زاده از بنده سالمتره. خب اجازه مرخصی میفرمایید؟ اختیار داری، خواهش میکنم. فردا به شما یه سری میزنم. نه 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 نه، شما زحمت نکشین، ناصر خودش میاد خدمت. بله بله، البته فردا دیگه ویزیت نمیخوام، همینطور دوستان خودم. بله ببخشید دوستانه. بله بله، هر روز میتونین تشریف. بله منظور پدر همینه. لطفا شما زیاد خیلی خوش آمدین. اگه همه کارا رو بشه اینجور مفتی تموم کرد خیلی خوبه. آره خیلی خوبه. از اومای پولام پولای نازنینم. تو این دوره جوونه من فکر نمکنم به 20000 تومن به مهریه زیاد ما تموم شرط و شروط شما رو قبول داریم، اما فقط 20000 تومن مهر یه خورده زیاده. معلومه که زیاده ننه جون، یعنی 20000 تومن مهر، 20000 تومن هم جهاز. خدقه بی لطفی میفرمایی، جهاز و نقد باید خرید، اما مهر نسیاد. حالا ما دو از شما پول نخواشیم که فرق نمی کنه که وقتی تو قباله نوشتن دیگه به گردن دوماد. درسته، اما ما دیگه کمتر از 20000 تومن قبول نمی کنیم، مگه دخترمون چه عیبشه که مفت و مسلم بدیمش دست مردم؟ اه 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 اه
اوهو، حالا دیگه ما مردم شدیم. چطور تا یه دقیقه پیش دوست جون جونیتون بودیم؟ ما هم نمیتونیم همینطور ساکت بشینیم و مردم کلامونو بردارن. یه پسر مثل دسته گل دارم تحویلتون میدم. ننه جون ناراحت نشی، این دختر نشد یه دختر دیگه. خانوم شما اومدین بله بری یا اینکه اومدی هزار تا نسبت بد و بیرا به ما بدین؟ الحمدلله دختر ما هنوز ترشیده نشده، هزار تا خواستگار داره. داره که داره، پسر منم همینطور دهنش بوشیر میده. بابا اگه این شاخ شمشاد دهنش بوشیر میده پس بابا دختر منم قنطاقیه. بابا 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 کنون آخرش این جنو کار خراب میکنن. آقا جون با شما دختر من میخوای یا نه؟ البته که باری کلا بیش هزار تومن مهرش میکنی یا نه؟ نه همچین چند برم جون بکنی بابا آره بابا آره بازه کلا مبارک باشه بابا کلا مبارک باشه باشا باشا عجب بساطیه. یه ننه ناسلامتی صاحب خونه است. آقا من این جاگ عروسیه دخترمونه ببرم این دهنتون شیرین کنیم. حالا که وقت عروسیه باید عزاداری کن. بفرمایی تو اتاق، برای حال شما خوب نیست که عصبانه میشید. پس این سگای هرزه برد و ساکت کن. کلم بود شد، کلم توش بود. مرتی که خجالت نمیکشه، هرچی از دهنش در میاد میگه. پسری گردن کنم همچون نشستی هرچی دلش بخواد بگه. الان از تبیشو میرسم. آی مردم، من از مریخ آمدم. ده دقیقه رفتم به مریخ آمدم. اگر جیش بزنیم میرم به زحل. اون خیابون رو ببینه این خودم. اتومبیل ها تمام زیر پای من، خیابان تمام زیر پای من. چقدر دیدار در فضا. آخی چه احساس بی مخی میکنم بی وزنی. خدایا ای کاش نمیشونم در آسمان ها باشم. جز این سیاره چه میشه؟ ایچه؟ ای بچه ها بله نگاه کنید. بچه ها منم موچون شما. ای بچه ها موچونه آمدم، آمدم موچون خودتونه. بچه ها الان میام پلوتون، غصه نخورین. من همون موچونم که عذیتم میشردین. ببینین بچه ها مژدگانی که قرار بود به موچول بدیم. مگه موچول از امروز جای پسر منه. این خودم مثل خونه خودش میمونه. تمام حساب کتابای خودم رو میسپرم دستش. هر آرزویم که داشته باشه خودم براش برآورده میکنم. قربونی میجبارجونم نرنه. نه
میخواستم با اجازه شما همینجا ملیه جون از پدرش خواستاری دخترم دخترم اجازه از خودشه میامی جبانم جای پدرشه جانم منی جون دختر خجالت بده منی جون یه توخ کفتر بده پدر زبون چاش قرون و مجاهد دارم قرون میگی؟ بجن چه قرون هست؟ یعنی چشمن داری دختر رو خود نینیشو ببین میمیرم بر اون نینیت با اجازه پدر مادر هلو شالله مبارکی تون باشه شالله مبارک باشه شویشمو کری خونه رو باش ببخش بله دخترمو نمیگم حساب حساب کاکا کاکا بی کاکا بردرم بی بردر من حرفای کرم نمیشه حرفا میشنه آی باری کلا قنچه لب الا دوست دارم خیلی آی با تو هستم دخمال شیطون یه لیلی یه لیلی یه لیلی یه لیلی وخ که تمام شد کار عروسی مفتی و مجانی بدون پول دخمل سبز یار با مزه ابرو بادم جانی ابرو بادم جانی شوخی کردم و بهتر نکنه یه وقت معامله رو به هم بزنیم عجیب پول و مولش رسید تو هم که دخترش ولی دادی من از تو ممنونم بابا به دخترت تاج سر دادی بیا کنارم شوهر جونم به من تو جامعه شکر دادی اومد مجول خان ملیه جون نخورغم این جهان دون اگرچه تاج سرت منم تو هم عزیز جون شدی زنم همین ای تو زن من یا یه بار اشتراک نشه داریم میریم توی قریم همه خوشیم تو خشخشیم بار زمان را محال دیگه نمی کشیم داریم میریم توی قریم همه خوشیم تو خشخشیم بار همه زمان را محال دیگه نمی کشیم بار قمه زمون را ما دیگه نمی کشیم.